چین. و 250 افسر جوان به شمول 15 زن از مرکز تعلیمی نظامی کابل فرار شدند. مسئولان این مرکز میگویند به جامعه جهانی اطمینان میدهند که اردوی ملی افغانستان توانایی دارند تا مسئولیت امنیت کشورشان و مردمشان را به دوش بگیرند. صد و پنجاه افسر جوان به شمول 15 زن از مرکز تعلیمی نظامی کابل فارغ شدند. افغانستان دوباره خدمت کرد. افغانستان دوباره خدمت کرد. وقتی که روز تعلیف داشتیم واقعا احساس خوبی داشتیم، فکر میکردیم که واقعا انسان کامل شدیم، واقعا یعنی خیلی یک احساس خوبی داشتیم، فکر میکردیم یک انسان کامل شدیم که میتونیم مثل مرد وره استاده شدیم پهلوی بیادرهای خود و به کشور افغانستان خدمت کنیم. پیام من به تمام خواهرها و در هر کنج کنار کشور من که صدای من میشنوه این است که به اردوی ملی ایشان بپیوندن و با ما دست به دست بدن همکاری کنند. مسئولان این مرکز نظامی فارغ شدن زنان در صفوف ارتش ملی را برای تامین امنیت در آستانه انتقال مسئولیت‌های امنیتی مؤثر می‌دانند. فرمانده این مرکز تعلیمی می‌گوید آنان آماده هستند تا امنیت کشور را خودشان تامین کنند. ما برای جهانیان ثابت می‌سازیم که بلی جوانی افغان ما می‌تواند که مستقلانه از کشور خود دفاع بکند. در همین حال فرمانده کندک ملالای این مرکز می‌گوید در 5 دوره آموزشی تا اکنون 90 افسر زن را به صفوف ارتش ملی افغانستان تقدیم کردند. نقش خانم‌ها در اردو هم اطمینان به مردم میده و هم ارزش و اهمیت اردو را و امنیت اردو را بر مردم نمایان میسازه. مردم این به مردم ثابت میشه که خانم‌ها میدانند که در یک محیط امن و اسلامی در کنار برادرای خود در اردو ایفای وظیفه بکنه. این در حالی است که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به شدت ادامه دارد و نیاز به افسران و سربازان بیشتر در ارتش ملی افغانستان روز به روز بیشتر می شود. رویدادهای جهان را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. و این هم فشرده چند رویداد خبری دیگر از جهان. نماینده های ادارای بین المللی انرژی اتمی قرار است تا ساعت دیگر روی مسوده ای که ایران را به خاطر عدم همکاری با ناظران اتمی نکاهش میکند رأی دهند. این مسوده توسط بریتانیا، چین، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا ترتیب شده است. در این مسوده درباره ادامه غنی‌سازی یورانیوم و فعالیت آبهای سنگین توسط ایران ابراز نگرانی شده است. در این مسوده همچنان از تهران خواسته شده تا ناظران اتمی را اجازه دهد که از تأسیسات نظامی پارچین دیدن کنند. لحظار ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز در نخستین دیدارش پس از تعیین وی به این مقام وارد دمشق شد. پیش از این وزارت خارجه سوریه در یک اعلامیه گفته بود که ابراهیمی قرار است شام امروز با وزیر خارجه سوریه در دمشق ملاقات کند، اما در اعلامیه گفتن نشده بود که ابراهیمی با رئیس جمهور اسد ملاقات میکند و یا خیر. و 7 کارگر سرکسازی در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در بلوچستان پاکستان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در روستای حدود 30 کیلومتری نزدیک به شرق شهر کویته رخ داده است. تا کنون هیچ کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته جدایی طلبان بلوچ به انجام حملات مشابه متهم بودند. و این هم یک مطلب اقتصادی. در کشورهای دنیا مردم اشیایی را خریداری میکنند که از کیفیت بالایی برخوردار باشد، اما در افغانستان برعکس. مردم افغانستان بیشتر به کیفیت اشیا توجه ندارند و اشیایی را بیشتر خریداری میکنند که ارزان باشد، حتی نهادهای دولتی. یکی از این موارد را میتوان در بازار فروش قالین مثال داد. مقام های دولتی و بازرگانان در افغانستان میگویند افغان ها به دلیل ارزان بودن از قالین های خارجی استفاده میکنند که نسبت به قالین افغانی کیفیت پایین دارد. نصرت پارسا. قالین از جمله صنایع مشهور در افغانستان است که حتی بازارهای قالین کشورهای بیرونی را نیز رنگین ساخته است. قالین افغانی نسبت به قالین های وارداتی ایرانی و ترکی از کیفیت بالای برخوردار است و به این دلیل نرخ آن نیز بلند است.
فروشندگان قالین میگویند بازار فروش قالین وطنی روز به روز در حالت رکود است. ورود قالین های خارج به این کشور زمینه برای بازار فروش قالین وطنی را تنگ‌تر ساخته است. این فرش های ترکی ایرانی که عرضه شده در بازار این چیز قالین افغانی را که از پشم خود گوسفند از پشم خود وطن گوسفند ساختمش ایر بیخی در صفر در ساخته. فروش نداره به خاطر این نداره که قالین های ترکی و ایرانی طور قاچاق با مواد بسیار کثیف از بین رفته تا که میره روز به روز ماهیت موادش پایین میارن سر میهمتنان ما به فروش میرسانن که به حساب یک بار مصرف است. وزارت تجارت میگوید بلند بودن نرخ قالین افغانی عامل اصلی نداشتن بازار فروش آن است و بیشتر مردم از قالین های خارجی استفاده میکنند. انجمن صنایع افغانستان نیز دولت را به بی‌توجهی در رشد تولیدات داخلی مقصر می‌داند و میگوید قالین بافان افغان به دلیل نبود ذخیره ها به پاکستان می‌روند و دولت پاکستان نیز از آنان حمایت می‌کند. کل مصارف انرژی از افغانستان سرش مصرف میشه و فایده خوبی به اکسپو به نام اکسپورت به نام و نامی و فایده پاکستان میگیره. این کدام مثلا نقطه را باید پیدا کنیم، سر ازی باید کار بکنیم. چرا نمیتونیم؟ آیا ما ایرلاین نداریم، ما اکسپورت نداریم، ما ترانزیت نداریم، هرچی داریم. اما سخنگوی وزارت تجارت میگوید تا حال آنان اسنادی را به دست نیاوردند که این ادعاها را ثابت سازد. من تروس پوری که چیر تمن دغه سی ثبوت اسناد ولرو چې افغانی قالین د پاکستان په نامه باندې خرڅول کیږي یا نور هیوادو ته صادریږي، نو په هغه صورت کې مونږ بیا پاکستان سره خبرې کولای شو. قرنی قانون چې څوی هغه سی چلند مونږ کولای شو. فروشندگان قالین هشدار میدهند اگر وضعیت فروش قالین وطنی به همین منوال ادامه یابد آنان قالین بافی را ترک خواهند کرد. رویدادهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیم می‌گردد. ورزشی تایم ساعت. بهترین بازیکن اروپا مصدوم شد. آندرس انستیا ستاره خط هافبک بارسا به دلیل مصدومیت دو هفته دور از میدان خواهد بود و نمیتواند بارسلونا را در دو دیدار آینده لالیگا مقابل خطافه و گرانادا همراهی کند و در بازی لیگ قهرمانان اروپا هم مقابل اسپارتاک مسکو غایب خواهد بود. بازیساز تیم ملی اسپانیا و بهترین بازیکن اروپا در دیدار اسپانیا مقابل گرجستان در پیکارهای مقدماتی جام جهانی سه‌شنبه شب گذشته به مدت 90 دقیقه در میدان حضور داشت. در بیانیه‌ای که باشگاه بارسا منتشر کرده اعلام شده است که انستیا دچار کشیدگی عضله در پای راست خود شده و نیاز به استراحت 10 تا 15 روزه دارد. و در وزبان پر افتخار اسپانیا میخواهد با پیراهن رئال مادرید و در آستانه 40 سالگی به دوران ورزشی خود خاتمه دهد. ایکر کاسیاس روز گذشته در 13مین سال روز حضورش در لالیگا برای کهکشانی ها اظهار داشت امیدوار است بتواند رویاش را تحقق بخشد و در همان تیمی که فوتبالش را در سن 9 سالگی با آن شروع کرد به پایان برسند. این سنگربان پرآوازه و 31 ساله که همراه تیم کشورش دو مقام قهرمانی اروپا و یک قهرمانی جهان را کسب کرده است در تاریخ 12 سپتامبر سال 1999 اولین بازی خود را در لالیگا با حضور در درون دروازه کهکشانی ها مقابل بیلباو انجام داد و ای تصمیم گرفته در سال 2020 که در آستانه 40 سالگی قرار خواهد گرفت بعد دوران ورزشیش خاتمه دهد. و این هم چگونگی بیننده های ارجمند آریانا سلام بر شما. با سپاس فراوان از همکارانم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. فردا کابل آفتابی می باشد، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 14. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 13. و مزار شریف همچنان آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 20. همچنان جلال آباد فردا آفتابی می باشد، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 25. و سرانجام قندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 18 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. سپاس از ما تقدیم گردید. این بود خبرها تا این ساعت که تقدیمتان شده است. توجه و همراهی شما بینندگان عزیز و همکارانم در بخش تکنیک سپاسگزارم. تا دیدار دیگر.